یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم روشونه های هم. آها مثل بچگی. داداش سلام. سلام، روزت بخیر. اول یه تشکر کنم، مرسی وقت گذاشتی آهنگو گوش دادی. خودت بیشتر چه سبک آهنگی گوش میدی؟ من خودم پاپ. من رپ. همه چی R&B. من قبلا خیلی رپ گوش میدادم، حالا مخصوصا همین فاز هیچکس و اینا، الان بیشتر فازم متال و راک، چون خودم میزنم دیگه. احبا تو داداش منی. استمن این آرتیستو میشناختی؟ هیچکسو. ولی با کدوم آهنگ باهاش آشنا شدی؟ من آهنگ هیچکس اولین ترکشو دقیق یادم نمیاد با چه ترکش بود، ولی فکر کنم با آلبوم جنگل آسفالتش با هیچکس آشنا شدم. هیچکس بود دیگه. هیچکس. نظر کلی راجع به این آهنگ که واسه گذاشتم چیه؟ یه روز خوب میاد هیچکس عالیه واقعا، امیدوارم یه روزی یه روز این ترک واقعا عملی بشه و یه روز خوب بیاد. خوب بود، ولی من مثلا با این سبکا خب اونس نمیگیرم زیاد. قشنگه. یه روز خوب میاد، ولی وقتی اون روز خوب میاد شاید ما نباشیم. شاید ما نباشیم. و این اتفاق افتاد، روز خوبه هنوز نیومده، جوونی اونا تمام شده. ما هنوز هستیم. آره. به نظرت نقاط قوت آهنگ کجاشو با کجا آهنگ حال کردی؟ تکس آهنگ، اینکه واقعا از ته دل میخونه آهنگو، معلومه اصلا اون درد یا اون چیزی که تو صداش هست معلومه چشید. داره کشیده اون دردو از صداش معلومه. بعد راجع به جامعه میخونه، مردمی یه جورایی ترک، و هیچکس یه دونه است دیگه، تو چیزی خاصی نمیشه راجبش گفت. موزیک خودش خیلی قوی بود، بعد ترانش هم مشکلی نداشت. معمولی بود. اون دیدگاهی که داره میگه آقا اوکی، شاید کاری که تو داری واسه اومدن اون روز خوبه میکنی رو خودت هیچ وقت نتیجهشو نبینی، ولی خب اون خوبیه‌ای که تو کردی همیشه میمونه. همون قسمتش که میگفت این خاک ندا میداد. حالا در نقطه مقابل به نظر نقطه ضعفش کجا بود؟ با کجا حال نکردی؟ این که میگه یه روز خوب میاد، به نظر من یه روز خوب نمیاد، یه روز خوب باید ساخت. نقاط ضعفش شاید تو خوندنش باشه. جای ضعف نداره. خوب بود قشنگ. این آهنگ بیشتر چون یه فاز مثلا دلنوشته تو رو دلی داره، خیلی نمیتونی مگه اینکه بخوای مثلا ایراد از نظر آرتیستی روش بذاری، مگه نه از نظر محتوا، چون یه چیز دلیه خیلی نمیشه نقدش کرد دیگه. مثلا اینجاش مشکل داشت. اگه بخوای به این آهنگ نمره بدی، یک تا ده بهش چند میدی؟ 10. 7. 8. چون هیچ کس 10. 19 و حداقل میشه. حالا که یک تا ده بهش 7 میدی، حاضری واسه گوش دادن این آهنگ پول بدی؟ یعنی حتما بخری تا بتونی آهنگو گوش بدی؟ بخرم گوش بدم شاید. نه، من که گوش میکنم شاید وظیفه‌ام باشه حتی که حداقل زحمتی که کشیده رو مجانی گوش نکنم، چون که هیچ کس خواننده مورد علاقه‌م نیست، حاضر نیستم براش پول بدم، ولی خیلی آهنگ خوبیه. راستی وقتی یه روز خوب میاد، شاید از ما چیزی نمونه جز خوبیا. نو امن و خراب نیست، همه چی امن و امان، کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شاد روان. این آهنگو دوست داری با کی گوش بدی؟ دوست داری کجا گوش بدی؟ این آهنگو تو خلوتم تنها. تو خلوت تنها. این آهنگو دوست دارم با خود هیچکس گوش بدم وقتی که یه روز خوب اومده. تنهایی. تو ماشین با صدای زیاد تو جمع دوستان. ببین این آهنگ میگم چون یه حالت دلی تور داره، بیشتر حال اینه که خودت گوش تنهایی. کنی. آره تنها گوش کنی، چون چیزیه که جای فکر داره. اگه واسه کسی که رپ گوش نمیده یا اصلا کلا با رپ حال نمیکنه، بخوای رپ رو بهش معرفی کنی، به نظر این آهنگ چوکه مناسبیه؟ عالیه اتفاقا. آره آره خیلی قشنگه، چون موضوعات جالبی توش مطرح میشه. ببین این آهنگ ترک مناسبی هست، به شرطی که اون طرف دغدغه‌ش همچین چیزی باشه. که الان همه مردم این روزا دغدغه‌شون همچین چیزی هست، زندگی هممون تقریبا شبیه هم شده. حالا هیچکس رو تو یه کلمه معنی کن. عالیه، دمش گرم، دوستش دارم. حرف دل. خفن. 021. واسه سوال آخرم فکر کن خود سروش اونجا وایساده، یه جمله چش رو چش بهش بگو. از ته قلب دوستت دارم، همیشه همینجوری ادامه بده و پیر نشو لعنتی. ما همه سربازیم، جون به کف. خیلی خوب بودی. بعد امیدوارم موفق تر از این باشی. من شاید بخوام یه جمله بهش بگم، شاید این فازی که الان داره خیلی مستقیم اعتراض میکنه رو شاید خیلی زودتر از اینا باید شروع میکرد، و اون سکوتی که کرد باعث شد به نظرم مسیر اون فاز رپ اعتراضی و اون سیستم اولد اسکول رپ هم خیلی تغییر کنه، هم خیلی کمرنگ بشه. خیلی دوستت دارم، امیدوارم همیشه موفق باشی.